سلام یک شنبه چهارم بهمن ماه 88 24 ژانویه 2010 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه در بانک ملت بازار فرش های تهران به دلیل اینکه پول کم بوده و مردم متقاضی گرفتن پولشون زیاد بودن کار به تعطیلی بانک درگیری مأمورا شعار دادن مردم یا حسین میر حسین گفتن کشیده و نهایتا هم بانک بسته شده درگی بعد از درگیری ها بازار هم تعطیل شد در همین راستا گزارش روزنامه اعتماد هم به نقل از سایت بانک مرکزی ایران جالبه که صحبت از این میکنه که در نه ماهه اول امسال 15 هزار میلیارد تومن یعنی 15 میلیارد دلار چک برگشتی در کشور بوده نکته دوم این است که 80 نفر از فعالین کرد طی نامه‌ای که مشترکاً امضا کردند خواستای به حق مردم کردستان رو بیان کردند و غیر از پشتیبانی از جنبش سبز و حرکت بزرگ ملت ایران پافشاری کردند به حق و حقوق مساوی اقوام ایرانی از جمله کردها حق زبان مادری افزایش اختیارات در سطح کشور و فدرالیزم به عنوان شیوه مناسب حکومت و تغییر قانون اساسی کشور که به هر صورت این حرکت فعالین کرد رو باید به فال نیک گرفت و خواستهای به حقشون مطمئنا با حرکت جنبش سبز و رأی مثبت ملت ایران قابل برآورده شده. نکته سوم اینکه آقای هاشمی رفسنجانی هم امروز روز گذشته مجددا صحبت کرده پافشاری کرده بر اون چه که در نماز جمعه آخرین نماز ای که ایشون شرکت کرده به عنوان راه حل مسائل موجود و با زیرکی که آقای رفسنجانی همیشه به کار میبره مجددا توپ رو در زمین رهبری انداخته و گفته که ایشون باید حل کنه و امثال آقای رفسنجانی و دیگران اصرارشون با آقای خامنه این است که تا دیر نشده باید که از خیر دولت احمدی نژاد بگذره و دولت کودتایی رو اجازه بده که مجلس برکنار بکنه نکته چهارم جو امنیتی شدیدی که در تهران در اطراف پارک لاله و اطراف خانه ندا حکومت برقرار کرده بود از ترس حرکت مادران داغدار در پارک لاله رفتن به خانه ندا و امسال هم اما مراسم در بهشت زهرا بر سر قبر ندا برگزار شد کیک 27 سالگی تولد ندا روی قبر این شهید جنبش سبز گذاشته شد و اون مراسم تونست که توسط خانواده ندا و دوستان و بسیاری مردم برگزار بشه نکته پنجم این که پدر محسن روح آقای روح که از شاکیان آقای مرتزوی دادستان سابق تهران هستش مطرح کرده که غیر از محسن روح پسر خودش محمد کامرانی امیر جواد جوادفرد نام رامین آقازاده قهرمانی را هم ذکر کرده و در واقع شهدای جنبش سبز در کهریزک رو چهار نفر ایشون ذکر کرده و خواهان محاکمه آقای مرتزوی و استفای او از تمام سمت ها شده نکته شیشم این که شرکت هایی که آگهی هنوز به تلویزیون میدن بچه ها زحمت کشیدن لیست اینها رو تهیه کردن با شماره تلفن هاشون و خواستار این شدند که این شرکت ها بهشون تلفن زده بشه از داخل ایران خارج از ایران از تلفن عمومی البته داخل ایران و بهشون گوش زد بشه که به تلویزیون کودتاچی ها حق ندارند آگهی بدن و نه مشمول تحریم ملت میشن من این لیست رو که تقریبا نهایی شده فردا در برنامه فردا اعلام میکنم و زمینه برنامه فردا هم خواهم کرد اما نکته هفتم بحث نظرسنجی است که اگر خاطرتون باشه قبلا هم عرض کردم که دوستان پژوهشگران مستقلی که در ایران از چند استان نظرسنجی تهیه می کنند از سه استان کشور نظرسنجی رو تهیه کردند ببخشید چهار استان کشور نظرسنجی رو تهیه کردند که طی اون از مردم راجع به جمهوری اسلامی پرسیدن من این رو زمینه برنامه امروز هم خواهم کرد اما اگر یادتون باشه اولین سوال این بود که با توجه به وقایع اخیر کدام یک از راحل های زیر را مناسب تر می دانید 8 درصد مردم گفتند دولت و حکومت فعلی در مجموع خوب است و نیاز به تغییر ندارد 13 درصد گفتند فقط بر کناری دولت آقای احمدی نژاد سه درصد گفتند هم بر کناری دولت آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای آیت الله خامنه ای با هم اما 76 درصد مردم گفتن تغییر کل نظام و همه پرسی از مردم برای انتخاب نوع حکومت به این ترتیب میبینیم که اکثریت مطلق مردم چهارچوب نظام رو معتقدند که باید به رأی مردم گذاشته بشه اما سوال دوم این بوده که در صورت تغییر نظام عملا این کار به نظر شما از چه راهی صورت خواهد گرفت 22 درصد مردم گفتن این مسئله فعلا اتفاق نخواهد افتاد یعنی تصورشون بر این است که تغییر نظام کاری است که الان اتفاق نخواهد افتاد 25 درصد مردم گفتند به صورت مرحله بندی انجام خواهد شد ابتدا دولت احمدی نژاد کنار میره بعد یک دولت موقت مثلا توسط آقای مهندس موسوی تشکیل میشه و مرحله سوم این دولت موقت رفراندومی روی قانون اساسی خواهد گذاشت و اگر رأی مردم نباشه به قانون اساسی اون وقت عوض خواهد شد 19 درصد مردم گفتن این تغییر نظام به صورت یکباره و بدون مرحله بندی انجام میشه اما 34 درصد مردم گفتن معلوم نیست و الان نمیتونن نظری بدن این اتفاق بستگی به روش عمل حکومت و سایر عوامل داره اما در سوال سوم از مردم پرسیده شده که در صورت تغییر نظام به نظر شما بهتر است این کار از چه راهی صورت بگیره نه آنچه که ممکن است در عمل اتفاق بیفته اگر شما آزادانه بخواید بگید چه راهی بهتره دوباره 22 درصد مردم گفتن اصلا این فعلا اتفاق نخواهد افتاد شاید این عدد 22 مجموع اون 8 درصد و 13 درصدی باشند که فکر میکنن که چارچوب نظام بهتر است بماند یا ممکنه گروه دیگه ای باشن اما به هر صورت 22 درصد معتقد بودن فعلا اتفاق نمیفته اما 27 درصد مردم معتقدند که این روش مرحله بندی بهترین روشه یعنی ابتدا دولت احمدی نژاد برکنار بشه و آقای مهندس موسوی در ریاست جمهوری رفراندوم برگزار بکنند و از مردم راجع به کل قانون اساسی بپرسند اما 43 درصد مردم اینجا گفتند که بهتر است که اعتقادشون دوست دارن که این کار یکباره و بدون مرحله بندی انجام بشه 8 درصد هم گفتند که نمیدونند این چگونه انجام میشه اما سوال چهارم سوال چهارم این بوده که تغییر نظام نهایتا در عمل به چه شکل امکان پذیر خواهد بود فرض کنید این روش ها نباشه در یک نگاه کلان معتقدند که چگونه ممکن این اتفاق بیفته در اینجا 11 درصد مردم گفتن اصلا تغییر نخواهد کرد بنابراین از اون 22 درصد 11 درصد معتقدند که بالاخره این تغییر اتفاق خواهد افتاد فقط 11 درصد مردم میگن که نه اصلا تغییر نخواهد کرد 17 درصد مردم میگن با مبارزات بیخشونت تا به انتها این کار انجام خواهد شد اما 52 درصد مردم میگن با مبارزه بیخشونت این کار پیش خواهد رفت اما در انتها در فاز نهایی با خشونت همراه خواهد شد 20 درصد مردم هم میگن مبارزه با خشونت از همکنون و سوال آخر اینکه آیا دفاع از خود در مقابل لباس شخصی ها و معموران در راه ها را خشونت می دانید 14 درصد گفتن بله 26 درصد گفتن نه اما حرکت مردم رو تضعیف میکنه کنه 39 درصد گفتن نه اما این کار حرکت مردم رو تقویت میکنه چون موجب ریزش نیروی دولت میشه. 21 درصد هم که گفتن خیر این کار به هر صورت لازمه و در واقع شاید این 21 درصد همون درصدی است که در بالا طرفدار این است که به هر صورت مبارزه باید به خشونت کشته بشه به حال این نظر سنجی به ما نشون میده که نتیجه مهمی که ازش میشه گرفت این است که بر سر این که ساختار نظام باید تغییر بکنه و این چارچوب این قانون اساسی کارآمدی نداره ما خیلی خوب یک اکثریت بزرگ مملکت رو داریم اما بر سر اینکه چگونه مبارزات بی به مرحله نهایی خواهد رسید به نظر میرسه که بیش از اینها باید کار بشه و توضیح داده بشه چرا که عقاید در اینجا کمی مختلف میشه به هر صورت دوستان پژوهشگران مستقل روی سایت ایران start .wordpress com روی وبلاگی که درست کردن هم این نظرسنجی رو گذاشتن من اون رو روی سایت خودم هم میذارم تا فردا شاد پیروز موفق و طرافراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران